این جماعت خمینی رو من از اون سالهای زندان شاه خوب میشناسم. به جست های قدرت مدارانه و شاخشون و کشیدن های امروزشون از موضع حاکمیت یه وقت پربها ندیم. اینا وقتی در موضع حاکمیت و حکومت نباشند، وقتی قدرت دستشون نباشه و زورشون به امثال زندانی های بیدفاع ما نرسه، اونقدر خار و خفیف و اونقدر ذلیلند که حد نداره، اونقدر با گردن کج و دست بسته مجیز بازجوهای سواک رو میگفتند که حد نداشت. خیلی هاشون هم همون سالهای شاه عفنامه نوشتند، سه بار سپاس شاهنشاه ها گفتند، از زندان رفتن بیرون دنبال زندگیشون. اون شرایطی که زندان اوین هیچ کدوم از مجاهدین یا چریکای فدایی ملاقاتی نداشتند، اگه تصادفاً یه دونه پرتقال میرسید، بعضی وقتا بین 10-20 نفر تقسیم میکردیم، شکمچرونی اینها که همون موقع در سازش کامل با دشخیمهای ساواک بودن واقعاً مضحکه و مشمئز کننده بود. همین رفسنجانی و لاجوردی و عسکر اولادی به خاطر همخطیشون با ساواک و تینت و کارهای بقایت ارتجاعیشون در اوین اون زمان منفور بودند، از جانب مجاهدین بایکوت شده بودند. اما بعد همین ها وقتی به قدرت رسیدند هیچ خدایی رو بنده نبودند، دمار از روزگار مردم در آوردند. همین آقایون و آخوندهایی که در طول سالیان با جنت مکانی، با تنزه طلبی و با اون همه ریاکاری خلق الله رو از کمترین معصیت پرهیز میدادند، همینایی که اون زمان بر سر مخرج سین و ساد و بر سر نحوه تلفظ زاد و زا خلایق رو بازی می دادند، حالا وقتی که به قدرت رسیدند 70 و چند نوع شکنجه ابداع کردند. جنایت هاشون، پلیدی هاشون، تجاوزاتشون و رذالت هاشون در حق زنهای ما هم که حقیقتا در هیچ کجای تاریخ با این ابعاد اصلا سابقه نداره. خیلی از گزارشات در این باره رو آدم نمیدونه واقعا با چه زبونی، با چه کلماتی بازگو بکنه. این پلید ضد بشری که این خمینی که زنها رو به بهانه بدحجابی 74 ضربه شلاق میزنه، خودش تو زندانهاش با زنهای ما رفتاری میکنه که تا به حال بسا پدر و مادرهایی که بعد از وقوف به اون و همینطور بعد از دریافت خبر اعدام جگرگوشهاشون سکته کردن و درگذشتن. به قول اشرف شهید، جهان خبردار نشد که بر ملت ما چه گذشت. مرگ بر خمینی و ننگ بر هر کی همسو و همخط اون یا به درجه ای از درجات همراه اون و همسوی با اون باشه. این خمینی بی جهت نیست که ما خمینی رو آزمایش بودن یا نبودن ایران و ایرانی توصیف کردیم. آیا در طول قرون و اعصار رذالت و دناعتی بالاتر از این، دجالیت و پلیدی بیشتر از این، صفاکیت و شقاوت وحشیانه تر از این و بی‌ناموسی سیاسی و عقیدتی و اخلاقی مشمئز کننده تر از این وجود داشته؟ پیام پدیده خمینی در یک کلام همون نابودی ایرانه. وظیفش، مأموریت تاریخیش اینه و خوب واضحه که هر کاری هم که خمینی تا حالا نتونسته سر مردم ایران بیاره، سر منابع ایران بیاره، فقط به خاطر اون بوده که دیگه زورش بیشتر از اون نبوده. اما درست بر سر همین نقطه، یعنی بر سر نقطه نابودی ایران که خمینی کمر به اون بسته، مقاومت ایران به مثابه پاسخ تاریخ و خلق در زنجیر ایران به مسئله وجود ایران و ایرانی، به حقانیت و ضرورت وجود ایران و ایرانی وارد کارزار میشه. کارزار شگفت، عظیم، خونبار که راستی این هم بی‌بدیل بوده. چه کسی تو دنیای امروز سراغ داره که یک مقاومتی واقعا مستقل و حقیقتا عاری از هر گونه وابستگی، یکی و تنها، مثل مقاومت ایران، مثل همین مجاهدین، در محاصره انبوه رذیلت‌های داخلی، در محاصره انبوه توطئه‌های بین‌المللی، این چنین به بهای رنج و رزم و خونفشانی بلاوقفه رزمندگانش سرفراز، پایدار و رو به اعتلاء باقی بمونه؟ این رو به اختصار گفتم. باشه تا در آینده تاریخ مورد قضاوت قرار